امیر المؤمنین علیه السلام در فضای رازداری نکاتی رو به ما بیان میکنه چون جزء ویژگی های خیلی مهم مؤمنه حضرت میفرمایند سینه خردمند صندوق راز اوست آدم رازدار خودش باشه این خیلی اهمیت بالایی داره که آدم حواسش به رازهای خودش باشه بنا نیست من این رازهام رو به دیگران بگم و اتفاقا تو ادامه یه سری نکات در این رابطه حضرت تذکر میده زمانه رازهای پنهان را آشکار میکند بله روزگار وقتی میگذره قاعدتا خیلی از امور خیلی از مطالب خیلی از فضاها لو میره دیدید سیستم های اطلاعاتی امنیتی بعد از مثلا سی سال شروع کنند اخبار گذشته رو ارائه میدن قاعدتا اینها ارائه خواهد شد حالا اونها توی فضایی تو فضای زندگی خودمون هم این پدید میاد هر آنچه پراکندنش نیکو نباشد امانت است گرچه پنهان داشتنش را نخواسته باشند ممکنه رفیقت نگفته بهت که اینو جایی نگو اما همین که خودت میدونی دیگران بفهمن براش خوب نمیشه این خودش شد راز این خودش شد امانت آن که نتواند راز خود را نگه دارد در نگهداری راز دیگران نیرومند نخواهد بود اینکه که ببینید طرف میشینه همه جا سفره دلش رو باز میکنه از خودش میگه این معلومه حرف شما رو هم نمیتونه نگه داره خودش یک چک کردن و امتحان کردنه راز خود را به کسی مسپار به دورندیش نگو که میلق به نادان نگو که خیانت می کند حضرت آب پاکی رو رو دست همه ای ما ریخته میفرماید خب باشه آدم دورندیشیه اما خبت و خطا داره گاهی مواقع لغزش داره به آدم نادانم نگو که اونم اهل خیانته و ممکنه به واسطه همین خیانت کردنش در راز تو هم خیانت کنه کسی که راز خیش را فاش کند بیگزند نمی ماند آسیب می بینی نگه دار رازت رو رازت را جز به دین باور با وفا نگو ببینید اونجا میفرماید آقا دورندیش هم می لغزه نادان که خب بماند حضرت میفرماید اگر خواستی بگی دو تا ویژگی داشته باشه یکی دیندار باشه یکی با وفا باشه آدم ها کمند اما هستند و میتونن رازدار انسان باشه کسی که رازش را پنهان میکند اختیار خود را دارد مفهوم مخالفش میشه چی؟ کسی که رازش رو نگه نمیداره دیگه اختیار از کف داده و گرفتار خواهد شد مردان زیرک کسانی هستند که رازشان را از دوستانشان پنهان میکنند. دوستانی که هنگام خشم از آن سوء استفاده می حتی رفیقت عصبانی که بشه خیلی چیزا رو لو میده مراقب باش رازت را به کسی که رازی نزدت ندارد نگو این خودش یه تدبیر یا رازی داره خب حالا تو هم یه رازی بگو من هیچ کس را در فاش کردن رازم سرزنش نکردم هنگامی که خود در نگهداری آن از او کم حوصله بودم یا یه رازت هم لورف دیگه سرزنش نکن چون خودت کم حوصله تر بودی که به او گفتی تو زودتر گفتی و بعد هم او فاش کرد و لو داد